باید دقت کرد تو این امتحانهای آرام و بی سر صدا انتظار خدا چیه. بعضی از امتحانها خیلی درشت و پر سر صدا و روشن کننده تکلیفه، بعضی از امتحانها خیلی بی سر و صداست و آدم فریب میخوره که فرصتها رو یه دفعه از دست میده. بعضی از امتحانها خیلی بی سر و صداست. بسیاری از اوقات امتحان برای رسیدن به عالی ترین مدارج قرب بسیار ظریف و بی سر و صدا صورت میگیره. مردم میگفتن چی کار کنیم الان؟ چی میشه؟ امام حسین رو که نمیتونیم تنها بگذاریم، ما خودمون دعوت کردیم، حالا صبر کنیم بذاریم امام حسین بیاد. بعد فهمیدن مثل این که امام حسین نمیاد، یعنی جلوشو گرفتن، هر رفته با سپاهیانش جلوشو گرفته، عبیدالله مثل این که داره لشکر آماده میکنه. گفتن چی کار کنیم؟ داشتن فکر میکردن، امثال سلیمان ابن سردها. یک دفعه ماجرا به کجا رسید؟ سرهای مطهر رو آوردن تو شهر، اینا خاک به سرشون ریختن. ما نمیدونستیم اینجوری فاجعه میشه. هزاران نفر قیام توابین رو شکل دادن، همشون هم میدونستن کشته میشن، همشون هم کشته شدن، هیچ ثمری هم در تاریخ نداشتن، به هیچ وجه هم امتیاز کربلا و عاشورا رو پیدا نکردن. چیه؟ انتظار داشتی امام حسین علیه السلام خودش محاصره حر رو رد کنه، بیا تو کوفه، یکی یکی در خونتون رو بزنه، بلند شو بیا منو کمک کن، الان اینا منو میخوان سر از بدنم جدا کنن، اگه نیای اینجوری میشه، اینجوری میشه. انتظار داری امام حسین چه توضیحی برات بده؟ بلند شی بیای. باور بفرمایید اربعین یکی از امتحانهای بی سر و صداست. بعضی از امتحانها خیلی بی سر و صداست و آدم فریب میخوره که فرصتها رو یه دفعه از دست میده. باور بفرمایید اربعین یکی از امتحانهای بی سر و صداست. سر و صدای اربعین بالا هست ولی بی سر و صداست، از این جهت که آیا واجبه من برم برای اربعین مایه بگذارم؟ نمیدونم چه عرض کنم. تو همین تحلیل ها بعضی ها این فرصت با عظمت رو دارن از دست میدن، تو همین تحلیل ها بعضی ها فرصت یاری حسین علیه السلام رو از دست دادن، فرصت یاری حسین علیه السلام رو از دست دادن. اما یه نفر تو مجلس امام حسین شب عاشورا نشسته بود، خبر دادن عبیدالله ابن زیاد ملعون پسرت رو دستگیر کرده. اون دستگیری های اون زمان مساوی با اعدام بود دیگه، باید میرفتن یه جوری نجات میدادن. امام حسین علیه السلام به پدرش نگاه کرد، فرمود که بلند شو برو، شما برو پسرتو نجات بده، من نمیخوام اینجا باشی، این گرفتاری هم داشته باشی. یه مقدار پول و آذوقه و اینا هم آورد، فرمود اینم برو خرج آزادی پسرت بکن، خرج آزادی پسرت بکن، هر کی گرفتاره نیا در بین. امام حسین اگر شب عاشورا تو خیمش بودی میفرمود برو به گرفتاریت برس. شب عاشورا اگه بودی یا طرف چی کار کرد؟ یه نگاه به علی اکبر حسین کرد، یه نگاه به آقا کرد، فرمود آقا جوان تو اینجا میخواد فردا به شهادت برسه، من برم دنبال جوان خودم؟ جوان من فدای جوان شما؟ دیگه او افتاد به التماس، آقا تو رو خدا منو به این بهونه بیرون نکن از خیمه خودت، من نمیخوام برم سراغ گرفتاری، من میخوام برای تو باشم. انقدر التماس کرد، آقا فرمود ابی نداره، باش تو هم باش. امتحانها همیشه زیاد پر سر و صدا و زیاد روشن کننده تکلیف نیست ها، روشن کننده تکلیف نیست ها. بعضی از فرصت ها مثل برق و باد میان و میرن، بعضی از فرصت ها تو رو تکون نمیدن که به هوش باش، به پا خیز، حرکت کن. اینقدر یقت رو نمیگیره.
میگه که آقا من یه مقدار کار دارم، 40 هست، نمیدونم از کارم بزنم برم یا نه. میگم من نمیدونم، من چه عرض کنم؟ بنده میگم من نمیدونم. اگه خود امام حسین بود میفهمم حتما برو دنبال کارت، به کارت برس عزیزم، کارت برس عزیزم. مگه برای 40 چقدر میخواستی هزینه کنی؟ وقت منتظر بودید آقا و مولاتون بیاد که جهان رو پای رکاب او نجات بدید، اون مقدار هزینه رو برای عزت مجلس ابا عبدالله الحسین در کربلا در میعادگاه 40 هزینه نکردی؟ منتظری آقات بیاد بری جان تو بدی؟ منتظری آقات بیاد بری جان تو بدی؟ ما به 40 نگاهمون اینجوریه، یک امتحان بی سر و صدا، یک امتحان بی سر و صدا، یک امتحان